خب انشالله امروز با هم دیگه 9 تا سوال از مباحث مربوط به مکانیک محیط پیوسته، قسمت مربوط به دیفورمیشن و بیشتر اون قسمت های نیمه دوم درس رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. سوالات رو من از سوالات امتحانات ورودی دکترای رشته‌های مختلف، حالا دقیقا ذکر نکردم چه رشته‌هایی، مهندسی مکانیک و راه آهن و سه نقطه 4-5 تا رشته مختلف جمع آوری کردم. فکر کنم سوالات تیپیکالی باشه که خیلی شاید معروف هستن و شبیهشون هم خیلی در امتحانات پایان ترم درس ها داده میشه، در سوالات مختلف وجود داره. خب شروع کنیم از شماره 1 که یک میدان سرعت به شما داده شده، V برای دو بودی هم هست، X1T و X2T، و گفته شده که اگر چگالی در این میدان سرعت فقط تابعی باشد از زمان و تابع مکان نباشه و چگالی کل سیستم یه تیکه با زمان فقط تغییر بکنه، در آن صورت یا باید می اینجور سیستم ها میگن سیستم صفر بودی باشه، یعنی تابع هیچ مختص مکانی نیست، در آن صورت بگویید چگالی با گذشت زمان چگونه تغییر میکنه، چه تابعیتی وجود داره. که چون من میدان سرعت رو دارم، ذهنم میره سراغ قانون بقای جرم و مشتق به مادی چگالی و علاوه رو دیورژانس بی مساوی صفر از شکل نان کانزرواتیو فرم معادله استفاده کرد. چون که چگالی فقط تابعی از مکان داده شده، در داخل مشتق به مادی مشتق لوکال دارم که رونده رونده تیه، و علاوه مشتقات مکانی دارم که اون مشتقات مکانی صفر میشه و مشتق مادی چگالی همان مشتق معمولی خواهد شد نسبت به زمان. که اگر جاگذاری بکنید مشتق دیورژانس میشه مشتق مؤلفه اول نسبت به x1 میشه t، علاوه مشتق مؤلفه دوم نسبت به x2 که اونم میشه t، جمعش میشه 2t، یه رو هم بغلش 2t رو که بره اون ور تساوی میشه منفی 2t رو. این معادله یک معادله دیفرانسیل جدایی پذیر هست، به راحتی جدا خواهد شد و حل خواهد شد و جواب رو به صورت رو صفر در ای به توان منفی تی دو به دست خواهد اومد، که البته در زمان آغازین حرکت که تی مساوی صفر است چگالی به صورت رو صفر به شما داده شده، شرط اینیشال کاندیشن مثلا است که جاگذاری میکنید و به دست میاد. حالا یه نکته تکمیلی بگم، ممکن بود که این جمله رو فقط تابعی از زمان داده نشده باشه، یعنی فرض کنیم هم تابع زمان هست مثلا ما هم تابع مکان هست، در اون صورت من اینجا تنها تفاوتی که مسئله برام ایجاد خواهد شد اینه که مشتق مادیه چگالی برابر با این داستان خواهد شد، که اگه ما حالا اینو حل کنم به اون میرسم. ولی تنها تفاوتی که این جواب داره در این حالت جدید این هستش که این زمانی برقراره که شما همراه با یک ذره سیال باهاش حرکت کنید. شما اینجا مشتق معمولی چگالی مساوی اینو حل نکردم، اینجا مشتق مادیشو حل کردم. مشتق مادی برای نگرش لاگرانژی است که شما سوار بر ذره همراه با جریان حرکت میکنید. پس در حالتی که چگالی تابع زمان باشه فقط، که خب این به دست اومد دیگه، این دیگه نقاط مختلف نداریم، کل سیستم یه تیکه با زمان تغییر میکنه. اگه تابع مکان باشه هم برقراره، ولی فقط برای حالتی که شما همراه با ذره حرکت کنید، یه چگالی سنجم بگیرید دستتون و این چگالی رو در حقیقت ریپورت بکنید، در اون صورت این معادله حاکم خواهد شد. مسئله شماره 2 در مورد روابط سازگاری است. تانسور کرنش به شما داده شده است، AX و علاوه BY دو 2BXY 2BXY متقارن هست و AX و منهای BY دو، و گفته شده چه رابطه ای باید بین A و B وجود داشته باشد تا این تانسور کرنشی که شما ملاحظه میکنید در یک محیط پیوسته ای امکان ایجادش وجود داشته باشد. خب داستان برمیگرده به روابط سازگاری، خب اینها رو قبلا مبسوط صحبت کردم، ولی اینجا کوچولی یک بار دیگه اثبات میکنم به بیان ساده تر. داستان برمیگرده به این که شما یک میدان دیسپلیسمنت دارید و از اینها تانسور دیفورمیشن رو به دست میارید، یاد کرنش رو به دست میارید. یا اگر در مکانیک سیالات بخوام بحث کنم، میدان سرعت دارید، دیفورمیشن ریت رو به دست میارید. ولی اگر من به شما دیفورمیشن رو بدم، یعنی یووی، این دو بعدی هست مسئله در صف هست، یووی رو به شما بدم، شما به راحتی مشتقات رو میگیرید، یک دوم اینجا مشتقات ضرب داری، این روابط رو قبلا خیلی به دست بنام گفتیم روابط سینماتیکی، یه المان میگرفتیم و اینا، و از این مشتقات رو به دست میارم. اما اگر عکسش رو بکنم چی؟
یعنی اگر به شما من در حالت دو بعدی سه تا عدد بدم، چون متقارن دیگه اینو نیاز، سه تا عدد بدم، یا در حالت سه بعدی 6 تا عدد بدم، بگم آیا این 6 تا عدد اگه سه تاشو بذارم رو قطر و سه تاشو بچینم رو خارج قطر در حالت سه بعدی، این 6 تا عدد می توانند تشکیل یک تانسور کرنش در یک محیط پیوسته را بدهند، یا اگر من اینها رو بدم حالت پاره شدگی در داخل در میدان ایجاد خواهد شد و پیوسته دیگه نخواهد بود جریان. در اون صورت عکس این، یعنی شما اینا رو دارید، اینا رو میخواید به دست بیارید. اگه اینا رو بدم به شما، خب دو تا رو یو وی رو بدم، شما به راحتی میتونید این سه تا رو بدید. اما اگر این سه تا رو بدم فقط یو وی رو بخوام، سه تا معادله با دو مجهول خواهید داشت. اینجا مسئله من اوور دیترمیند خواهد شد. و در اینجا هستش که روابط سازگاری وارد بازی میشه و میگوید یک قیدهای دیگری، این 6 تا عددی که گفتم در حالت سه بعدی باید یک قید دیگری رو هم ارضا بکنند تا سازگار باشه و بتونیم ما از اینها استفاده بکنیم برای به عنوان یک تانسور کرنش محیط پیوسته. یعنی این در حالت میرسه به کرل کرل. کرل کرل یک تانسور نرخ تانسور کرنشمون باید صفر باشه، که اگه صفر نباشه به اون میگن incompatibility تنسور. حالا در مورد کرل و کرل و اینها مثلا چجوری حساب میشه، اون در حالت کلیست، بعد دو دسته روابط به دست میاد. من یک دسته از اینها رو اینجا دارم براتون اثباتش رو مینویسم که بیان ساده تری هم داشته باشه. خب نگاه کنید، اینجا خیلی داستان ساده است. یعنی من نگاه میکنم به این، میگم این مشتق نسبت به x، u نسبت به x هم جنسن، u در راستای x، این یکی v نسبت به y، این خارج اینا دایگنال کامپوننت هستن یا در حقیقت از نوع لینیر هستن، و این یکی که از نوع برشی هست، دیستورشنال هست، این یکی مشتقات ضربداری یک دوم هم بغلش داره. من به عنوان اصلا یه تست هوش و اینا به شما میدم، میگم یه رابطه بین اینا پیدا بکنید شما. حالا من جوابو نوشتم اینجا. خب من اگر از اپسیلون ایکس ایکس دو بار نسبت به وای مشتق بگیرم، روند دوی اپسیلون ایکس ایکس به وای میشه روند سه یو به روند ایکس روند وای دو، پایین نوشتم، و بعد اون رو جمعش بکنم با مشتق دومی دو بار نسبت به x این دفعه، که میشه روند 3 v به روند y روند x2. اینجا نوشتم، اینجا هم کنم اینو مساوی خواهد شد با، و سمت دوم تساوی دو برابر مشتق دوم این نسبت به x نسبت به y چی میشه؟ خب این دو برابر با این یک دوم ساده میشن، از این موجود نسبت به x یه بار مشتق بگیر، یه بار نسبت به y مشتق. از اولی میشه روند 3 u به روند y 2 x روند x، و این یکی هم میشه روند 3 v به روند x 2 روند y. نگاه کنید دو طرف تساوی رو، خواهید دید که اینا با هم برابرند. پس یک رابطه سازگاری، یک قید پیدا کردم که اگه قرار باشه یه اپسیلون x x y y و x y به شما داده بشه، این باید در این رابطه هم صدق بکنه تا سازگار باشه. در نتیجه مسئله دیگه حل شده است. پس از عنصر روی قطر اولی دوبار نسبت به y مشتق میگیرید، روند 2 x روند y 2 که میشه 2by و 2by، به علاوه از این یکی نسبت به x دوبار مشتق میگیرید، 2ax 2a به علاوه 2a مساوی خواهد شد با دو برابر مشتق دوم این عنصر خارج قطر، یه بار نسبت به x یه بار نسبت به y، پس میشه 2by x مثلا نسبت به y مشتق بگیرم، و یه بارم قدی هم نسبت به x بگیرم چه 2b، مثلا دو برابر 2b، این دو برابر 2b یکیش با اون 2b میره، 2a مساوی 2b میشه، a مساوی b خواهد شد. پس برای اینکه بتوانید این مجموعه سه تا رو به عنوان یه پکیج تانسور کرنش به من پرزنت کنید، باید حتما a و b برابر باشه تا در این روابطی که اینجا میبینید صدق بکنه. مسئله شماره 3 یکی از مسائلی است که در حقیقت به تانسور کرنش و تانسور تنش و رابطه اینها با هم میپردازه. من اینجا براتون رابطه تنش کرنش رو نوشتم، یا قانون هوک، با فرض اینکه ماده من از قانون هوک تبعیت بکنه، و خواسته شده که رابطه بین قسمت دیویتوری که تانسور تنش که با اس آی جی نشون دادیم، و قسمت دیویتوری که تانسور کرنش که EIJ نشون دادیم رو به دست بیاریم. من در مورد دیکامپوزیشن ها خب ویدیو ضبط کردم، پولار دیکامپوزیشن چی هست، همین دیویتوری چی هست، و به قسمت سیمتریک و انتی سیمتریک ستایی بود که خیلی معروف هست رو قبلا گفتم. ولی شما در بحث دیویتوری وقتی میگید به دست بیارید، یعنی من قسمت اسفریکال رو جدا کنم
مثل کاری که در مکانیک سرعت و فشار انجام میدیم، یک میانگین عناصر روی قطر رو جدا بکنید، این چیزی که میمونه بهش میگن انحرافی که نسبت به اون ایجاد شده است. خب این به شما داده شده این رابطه تنش کرنش، و خب اول اینکه لازم هست که تریس تانسور تنش رو حساب کنید. من قسمت دیویتوری که تانسور تنش رو میخوام حساب کنم دیگه، پس یک سوم جمع عناصر قطرش رو باید از خودش کنم، جمع عناصر روی قطر هم که میشه تریسش. در این رابطه برای اینکه من بتونم سیگما آی جی تانسور تنش هست تریسش رو به دست بیارم، باید رابطه رو کانترکت کنم. یعنی در دو سمت تساوی هر جا آی و جی دیدید جی و آی بذارید، در نتیجه میشه سیگما آی آی مساوی دو تا میو کار ندارم، اپسیلون آی جی میشه اپسیلون آی آی به علاوه لاندا اپسیلون کی کی که اصلا کاری بهش ندارم، کی کی قرار شد آی و با جی یکی بذاریم، و دلتای آی جی هم میشه دلتای آی آی. و از اینجا میخوام رابطه بین تریس تانسور تنش و تریس تانسور کرنش رو به دست بیارم. اپسیلون آی آی هم که همون با اپسیلون کی کی یکیه دیگه، چون آی آی و کی کی اینا همه دامی وریه بله، شما میتونی اینو بکنیم پی پی، اون هم بکنیم پی پی، تی 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 هیچ فرقی نمیکنه. برای چه من اگر از اپسیلون آی آی فاکتور بگیرم، از این اولی دو میو باقی میمونه و از این دومی لاندا دلتای آی آی میمونه که دلتای آی آی طبق تال هایی که داریم سه هست دیگه، برابر با سه هست، جمع عناصر روی قطر تانسور یک همانی، یک و یک و یک سه تا رو با هم جمع کنید میشه سه، پس سه لاندا و علاوه دو میو. در پس این رابطه به خود همین رابطه گهگاه مورد سوال قرار میگیره که رابطه بین این دوتا چی است. خب پس شروع میکنم دیوی قسمت دیویتوری که تانسور تنیش رو حساب میکنم، قرار شد که یک سومه عناصر جمع عناصر روی لولا رو ضرب در دلتای آی جی کم بکنیم از خود تانسور تا دیویتوری کش به دست بدست، میگن اس آی جی تانسور سیگمای آی جی تانسور تنش رو اینجا کپی پیست کردم، این قسمتی که داخل پرانتز میبینید عیناً کپی پیست شده همینجا است، کم بکنیم یک سوم قسمت تریس تانسور تنش رو که سیگمای آی آی تریس تانسور تنش هست که به دست آوردم سه لاندا و علاوه دو میو اپسیلون آی آی، اینو دیگه دلتای آی جی میذارم بغلش چون این اسکالر دیگه، این باعث میشه که در واقع ماتریس همانی بهش ضرب میکنم و اینا رو از هم، این میشه چیزی که دیویتوریک هست نسبت به قسمت اسفریکال بار. و این قسمت اول. حالا از شما چی خواسته بود؟ رابطه بین قسمت دیویتوریک تانسور تنش و تانسور کرنش رو خواسته بود. حالا در این رابطه شما باید سعی کنید قسمت دیویتوریک تانسور کرنش ایجاد بکنید. پس من اینجا اتفاقا نوشتم که EIJ یعنی قسمت دیویتوری که تانسور کرنش هست، کرنش خودش منهای یک سوم تریسش در دلتای IJ منهای اپسیلون II تقسیم بر سه دلتای IJ، این کاری که با تانسور تنش کردیم اینجا انجام میدید که در رابطه دیگه خودتون انجام میدید، خواهید دید که این چیزی که اینجا میبینید در رابطه بالا مشاهده میشه، در نهایت مشاهده خواهید شد که SIJ برابر است با 2 میو برابر EIJ. یعنی اگه به شما قسمت دیویتوری که تانسور کرنش رو بدن، شما یک دو میو بهش ضرب بکنید و قسمت دیویتوری که تانسور تنش خوشی به دست خواهد اومد. خب سوال چهارم، یک تانسور کرنش به شما داده شده سی ده صفر ده چهل صفر 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 سی متقارن هم هست دیگه، حالا ضرب در ده حقوقی منفی شیش واحدش هم نوشته میشه و ضرایب لمی هم در مقابل داده شده که میو 80 گیگا پاسکال هست و لاندا 200 گیگا پاسکال هست. از شما خواسته که این وریانت اول تانسور تنش رو به دست بیارید. این وریانت اول تانسور تنش. این وریانت ها رو آشنا هستید. سه تا این وریانت خیلی معروف در مکانیک محیط بسته و در جبر خطی اصولا هستن. وجود داره، من اینها رو راجبش ویدیو ضبط کردم. این وریانت اول ولی تریس ماتریس هست. پس دقیقا به شما گفته که سیگمای آی آی رو به من بدید چیه؟ سیگمای آی میشه مجموع عناصر روی لولای تانسور تنش یا مجموع تنش های نرمال، که در اینجا اثبات کردیم در قسمت قبل که سیگمای آی آی میشه سه لاندا و علاوه دو میو برابر اپسیلون آی آی. یعنی اگر شما تریس تانسور کرنش رو داشته باشید، این پکیج رو بهش ضرب بکنید، تریس تانسور تنش به دست خواهد اومد. خب در اینجا من تانسور کرنش رو دارم، تریسش هم میتونید به راحتی با جمع عناصر روی لولا به دست بیارید، میشه اپسیلون آی آی، ضربش بکنید به این مجموعه و جواب این وریانت اولش به دست بیارید که دو میو به علاوه سلاندا که جاگذاری کنید گیگا پاسکال، حواستون باشه اپسیلون آی آی میشه مجموع سی چهل سی که 100 ضرب در 10 به قوه منفی 6 خواهد شد 10 به قوه منفی 4
و اینو باید ضرب کنید به دو برابر این که میشه 160 و علاوه 3 برابر این که میشه 600 میشه 760 گیگا ضرب در 10 به قوه 9 و منفی 4 هم بهش ضرب کنید 76 ضرب در 10 به قوه 6 پاسکال خواهد شد. به شما گفته که اگر بردار ترکشن در راستای اکتاهدرال که راستایی است که با هر سه محور مختصات زاویه یکسان ساخته میتونست بگه با بردار مثلا در راستای یک و یک و یک اینجوری صفر باشه، در اون صورت رابطه بین آ و بی و سی چی هست و آ و بی سی چی هستن خلاصه. خب من میام همونجوری که میدونی از تانسور تنش اگه میخوام برسم به بردار ترکشن باید به راستای نرمال اون صفحه دات پروداکت بکنم، به عنوان یک ترانسفورمیشن به این نگاه بکنم و اینجا به یک و یک و یک باید ضرب بکنم. حتی باید دقت کنید که بردار یک کش باید ضرب بکنید، یعنی یک بر رادیکال سه، یک بر رادیکال سه و یک بر رادیکال سه، ولی چون اینجا مساوی صفر هست من دیگه خودم مزیت نمی کنم به همون یک و یک و یک ضرب می کنم که اینجا یه دونه یک یک بذارید ضرب ماتریسی رو انجام بدید خواهش یکه بلاوی ای بلاوی بی مساوی صفر و آی بلاوی یک بلاوی سی هم مساوی صفر و بی بلاوی سی بلاوی یک هم مساوی صفر که سه معادل سه مجهول حل کنید آ بی و سی هر سه تاشون یک دوم به دست خواهند آمد. سوال ششم تنش‌های اصلی رو به شما داده. گفته در یک میدان تنشی در یک نقطه principal stresses تنش‌های اصلی 10، 20 و 30 مگاپاسکال هستن. و شما میشه چیزهای مختلفی رو سوال کنه. مثلا میتونه بگه این وریانت اول تنسور تنش چیه؟ این وریانت دومش چیه؟ میتونه بگه این وریانت دوم قسمت دیویتوریک چیه؟ و میتونه بگه تنش های اکیوولنت یا افکتیو هم میگن گهگاه بهش اون چیه؟ من این حالا همه شون نوشتم اجازه تو. خب میدونه که در تنش های اصلی در حقیقت آیگن ولیو های تانسور تنش هستن. پس ستایی که شما میبینید آیگن ولیو های تانسور تنشی هستن که الان مد نظر هست اینجا. خب این وریانت اول اثبات کردیم که برابر میشه با مجموع مقادیر ویژه 60 مگاپاسکال خواهد شد. این وریانت دوم برابر با مجموع حاصل ضرب 2 به 2 اینها خواهد شد، یعنی یه بار 10 به 20 ضرب کن، یه بار 10 به 30، یه بار 20 به 30 با هم جمع کن 1100 مگا پاسکال خواهد شد. و این وریانت دوم قسمت دیویتوریک را هم اثبات کردیم که میشه این وریانت دوم تانسور تنش منهای این وریانت اول به توان 2 تقسیم بر 3، یعنی 1100 منهای این وریانت اول 60 به توان 2 میشه 3600 تقسیم بر 3 مساوی منفی 100 مگاپاسکال. و این و تنش های اکیوولنت میشه رادیکال منفی 3 برابر این وریانت دوم قسمت دیویتوریک تانسور تنش آی دو دی که در بالا منفی 100 حساب کرده بودیم منفی 3 برابر کنیم میشه 300 یا رادیکال هم روش بذاریم. این روابط که من مثال اینا هم ازش حل کردم قبلا، صرفا استفاده کردیم از روابط. مسئله هفتم یک میدان دیسپلیسمنت فیلد به شما داده شده. U1 6x2z به علاوه 60x، U2 5z2 به علاوه 26y و U3 6z2 به علاوه 2xyz میلیمتر، واحدش داده شده به میلیمتر. حالا یه مقدار عجیبه دیگه، یعنی دقت کنید اینجا من x2z دارم در عوض اینجا x دارم، یعنی به لحاظ دیمنشن ابعاد اینا به هم نمیخوره مگر اینکه به شما بگه این اعدادی که اینجا میبینید اعداد ریاضی و عدد نیستن، ثابت نیستن، بعد اینا بعد دارن، حتما باید بعد داشته باشه ولی اینا بعدشون به هم دیگه نمیخوره. حتی این 3 هم باید بعد داشته باشه چون این از جنس میلیمتر دیگه ال، یعنی این x به توان 2 در z از جنس توان 3 طول میشه، پس این 3 باید از جنس معکوس توان 2 طول باشه که این لازه عبادی همگم باشه. حالا میگم مضافه اینجا من یه دونه ایکس دارم اینجا سه تا، میگه عجیبه این کار سوال. حالا به هر صورت این داده شده به شما، گفته شده که تانسور کرنش در نقطه 3 4 و نیم رو به دست بیارید که چندان چیز پیچیده‌ای نیست، من صرفا هم یک بار دستگرمی نوشتم و از همین روابط استفاده می‌کنید، ولی خب سه بعدی باید استفاده کنید، یعنی سه تایی که می‌بینید اینا رو به شما داده در حقیقت و عین همین باید سه تای دیگه هم بنویسید و ببینید یکیش مثلا نگاه کنید این عنصر رو یک و یکش میشه روند یو یک به روند ایکس یک، یعنی ایکس یک هم همون ایکس میشه دیگه، یعنی از این نسبت دو ایکس بیمه 6xz به علاوه 60 خواهد شد، 6xz به علاوه 60 یکی از اون یکی از ضرب یک دوم ضرب لریست، یعنی من الان بخوام این درایه رو به دست بیارم یک دومشه که اون زیرش نوشتم دقیقا مشابه با همین هست،
از u نسبت به x y میگیرم و علاوه از v نسبت به x میگیرم. از u نسبت به y بگیرم صفر را هیچی نداره توش، پس اینجا صفر قرار میگیره. علاوه و از این یکی نسبت به x اگه بگیرم یه دونه اینجا 20 y فقط خواهم داشت، 20 y اونجا هست. مشابه همین دیگه، خودتون مینویسید و عدد داده شده رو جاگذاری میکنید. خب سوال 8، یک میدان جابجایی به شما داده شده، u مساوی منفی m یک منهای نودو، نودو ضریب پوآسون تقسیم بر یا x y، و v m در یک بلا v نو ضرب در نو تقسیم بر دو ای آی بل وای دو بلا v m در یک منهای نودو تقسیم بر دو ای آی پرانتز باز x دو منهای l دو چهار. w هم صفر هست، در صف هست و به شما گفته شده که تانسور تنش رو به دست بیاره. خب شما باید اصولا کاری که میکنید اینه که با فرض اینکه ماده شما هوکی هم باشه از قانون هوک استفاده کنیم تانسور تنش رو به دست بیاره. ولی خب اینجا سوال اینه که این تانسور کورنش چیست؟ به تانسور کورنش با توجه به روابط سینماتیکی داده شده، پس مسئله بسته شده است. گهگاه اینا رو مستقیما جاگذاری میکنن در داخل این، یک رابطه جمع و جورتری میشه، شما توی داخل اون مستقیما جاگذاری کنید. ولی من اینجا برای مراحل قدم به قدم طی کردم که یه مقدار هم با روابط بیشتر مانوس بشیم و البته تسلط بر روابط حاکم بین ثوابت مختلف در الاستیسیته هم لازمه، که مثلا اینجا من رابطه بین میو ای و نو رو نوشتم وسط اون، و البته رابطه بین لاندا ای نو و اینا رو همه رو اینجا باید بدون، یعنی تو مراحل حل باید این ثوابت و روابطی که بین اینها هست رو بلد باشیم، چون در قانون هوک ما ضرایب لمی رو داریم دیگه، لاندا و میو، ولی اینجا خب شما ضریب پوآسون دارید و الاخر. و پس اول میدان دیسپلیسمنت رو دارید، شما گرادیان دیسپلیسمنت رو حساب میکنید. خب این یک وکتوره، گرادیانش میشه یک تانسور دو در دو، که من اینجا مثلا روند یو به روند ایکس رو اگه نگاه بکنید، من فاکتور گیری کردم از این آوردم بیرون از این پکیج، نسبت به ایکس اگه مشتق بگیرم میشه منفی وای اینجاست. یا اگر از همین نسبت به این دفعه وای مشتق بگیرید متقارنه دیگه، این دفعه منفی ایکس باقی میمونه اینجا. از وی نسبت به وای باید مشتق بگیرم و از ایکس، این اولی نسبت به ایکسه، این که هیچی هست میشه نسبت به ایکس مشتق بگیرم، یه دو میاد با این دوی مخرج ساده میشه، اینجا هم دقت کنید ای آی اینجا دو داره، های دو ساده میشه و همین میشه. و مشابه همین اگه از این نسبت به این دفعه وای مشتق بگیرید اون دومی از بازی هست میشه، و اگه فاکتور گیر کنید چیزی که میبینید در داخل تانسور، این تانسور گرادیان جابجاییست. چون میدونید ما اینو دیکامپوزش میکنیم به دو قسمت، به قسمت سیمتریک و به قسمت آنتی سیمتریک. قسمت آنتی سیمتریک رو بهش میگن حالا یه چیز تو معنای مثلا روتیشن تنسور، اسپین تنسور، و قسمت سیمتریکش نماینده همون دیفورمیشن تنسور هست. یا تا پس من برای اینکه بتونم تانسور کورنش رو به دست بیارم باید قسمت سیمتریک اینو به دست بیارم. حالا اینکه چطوری میشه یک تانسور رو به قسمت سیمتریک و آنتی سیمتریک دیکامپوز کرد، برای یک دوم خودش رو با ترانسپوزش جمع کنه سیمتریک میشه و یک دوم خودش رو از تفاضل بین خودش و ترانسپوزش قسمت آنتی سیمتریک میشه. پس من برای اینکه اپسیلون آی جی به دست بیارم اومدم اینکه هیچ چیکار ندارم اینجا گذاشتم، یک دوم خودش رو با ترانسپوزش جمع کردم، که اینایی که روی لولا هستن که چون یک دوم ترانسپوز میکنین عناصر روی لولا عوض نمیشه، یعنی لولا که عوض نمیشه، ولی چون عناصر خارج لولا این تانسور کورنه تانسور گرادیان دیسپلیسمنت متقابل لحاظ علامت قرینه هم هستن، وقتی که اینو با ترانسپوزش جمع میکنم صفر میشه. پس میبینید تانسور کورنش من یک تانسور دایگنال هست یا قطری هست، و طبیعتاً طبق قانون هوک اینجا دیگه حتی متوجه شدیم که تنش برشی هم صفر خواهد بود، چون طبق قانون هوک ما عناصر خارج قطر تانسور تنش رو به عناصر خارج قطر تانسور کورنش مرتبط میکنیم. وقتی این صفر باشه حالا یه چیزایی هم بهش ضرب بشه دوباره این برم صفر حاصل خواهد شد، ولی فعلا من کاری به اون ندارم. پس این چیزی که میبینید تانسور کورنش هست. حالا میخوام برم سراغ تانسور تنش رو به دست بیارم. همین رابطه‌ای که اینجا میبینید من مجددا نوشتم، سه بار نوشتم، تا ایکس وای دیگه اجازه بدید صفر بنویسیم، ولی سیگما ایکس ایکس کنی یک بار تو این رابطه آی و جی رو یک بذارید بشه سیگما یک یک، برابر خواهد شد با دو میو اپسیلون یک یک که اینجا ما به دست آوردیم دیگه، اپسیلون آی جی رو به دست آوردیم، و علاوه لاندا تریس تانسور کورنش، تریسش هم اونجا میتونید به دست بیارید در دلتا یک یک که یک هست دیگه.
پس سیگما x x میشه 2 میو اپسیلون x x به علاوه لاندا اپسیلون k k. و همچنین یه بار دیگه هم برای y بنویسم، سیگما y y میشه 2 میو اپسیلون y y به علاوه لاندا اپسیلون k k. فقط این رابطه‌ای که به این صورت بود و در فضای دو بعدی به سه رابطه تجزیه کرد و تنش برشی که صفر میشه. حالا بریم و این روابط هم باید استفاده بکنید. اینجا به معنی که روابط طولانی است، باید جاگذاری بکنید و از این روابط استفاده کنید و ساده سازی انجام بدید و اینا. و البته اپسیلون کی کی رو هم نیاز دارم، چون توی این رابطه اپسیلون کی کی دارم. با اپسیلون کی کی میشه تریس این دیگه. تریس این یعنی اینو با این جمع کنید. البته این فراموش نشه ها که من این پکیج رو گذاشتم اینجا که اگه اینم با هم دیگه جمع بکنم اون چیزی که میشه اونجا به دست آوردی. اینا رو همه رو اگر جاگذاری بکنید داخل این رابطه و این رابطه، مشاهده خواهد شد که سیگما وای وای برابر با صفر به دست میاد، یعنی تنش نرمال در جهت وای هم مثل تنش برشی صفره، ولی سیگما ایکس ایکس برابر با یک چنین چیزی میشه که اینا رو ساده کنی یک چیز خیلی جمع جوری به نام منفی ام وای به آی خواهد شد، که خب میدونید خیلی معروف هست دیگه این چیزی که اینجا به دست آوردیم. ام اگه گشتاور باشه رابطه رو شما در مباحث پایه مقاومت مساله باش آشنا هستید. در واقع ما عکس این مسیر رو از دیسپلیسمنت تیک کردیم رسیدیم به. خب و مثال آخر، یک تانسور کرنش به شما داده شده 3k2 8k1 متقارن دیگه و منفی 7k2 و به شما گفته شده که سیگمای 2 رو بگید چی؟ یعنی تانسور تنش رو در حقیقت وقتی داریم یک روی داگنال کامپوننت قطری اون دومیه رو در حقیقت خواستیم سیگمای 2 مساویس با باز هم قانون هوک رو خواهم نوشت با فرض اینکه ماده هوکی هم باشه 2 میو اپسیلون 2 در حقیقت کنیم دقیقا همین رابطه ایست که اینجا جا گذاری شده و علاوه لامدا اپسیلون کی کی دلتای 2 دلتای 2 که 1 میشه و باید اول تریس اینو به دست بیارید که اپسیلون کی کی باشه. این اپسیلون کی کی که اینجا دارید میشه تریس این که 3k2 منفی 7k2 میشه منفی 4k2. من اینو جاگذاری کردم و البته گفته شده در صورت سوال که لامدا با میو برابر باشه برای سادگی. حالا میتونید مثل بعضی از این مسائل به شما بده، اینجا گفته که یکسان فرض کنید، یعنی چه از این فاکتور گیری کردم گذاشتم بغلش میو و اپسیلون کی کی شده منفی 4k2 و دلتای 2 هم که 1 و این یکی میشه 2 برابر اپسیلون 2. خب اپسیلون 2 اینه دیگه، ضرب 2 بشه میشه منفی 14k2 منفی 4k2 ضرب در میو میشه منفی 18k2 میو.